کارت لایه میانی. گروه اندکی از تارها خاصیت ذاتیشون رو حفظ میکنن و به قول کتاب درسی این تارهای تخصص یافته و دوگره همراه با اون با هم میشن شبکه حادی. من همین دیروز سر کلاس بودم، گفتم به بچه ها، گفتم بچه ها شبکه حادی جنسش چیه؟ یه لحظه از دهنم پرید، میدونستم نصفشون چی جواب میدن. شبکه حادی جنسش چیه؟ اون تارها جنسشون چیه؟ آقا بله. عصبیه؟ نه خیر. عصبی چیه؟ اینها تار ماهیچه‌ای هست، تارهای ماهیچه‌ای که خاصیت ذاتی انقباض رو حفظ کردن، قدرت انقباضشون بسیار کم و یا اصلا وجود نداره. خب حالا شما شبکه حادی رو در بخش‌های مختلف از قلب داری می‌بینی، تو شکل مشخص هستش، شکل کتاب درسیته، داری گره بزرگ یعنی گره سینوسی دهلیزی و همچنین گره کوچک یعنی گره دهلیزی بطنی رو می‌بینی. در ضمن داری می‌بینی که توسط سه مسیر بین گرهی این دوتا گره به همدیگه مربوط هستن. بعد از گره دهلیزی بطنی همونطور که می‌بینید تاری خارج می‌شود که این تار دو شاخه شده، بین دوتا بطن ادامه پیدا می‌کند، بهش میگن دست تارهای بطنی، میرسد به نوک بطن و از نوک بطن منتشر می‌شود، میاد کجا؟ در دیواره جانبی بطنها تا شایسته تا کجا؟ دقیقاً اینجایی که دارم تو شکل مشخص میکنم، یعنی دقیقاً تا بافت پیوندی عایقی که بین دهلیز و بطنه، دهلیز چپ و بطن چپ، دهلیز راست و بطن راست. راستی یادت باشه ما علاوه بر دست تارهایی که بطنی بین دو بطن و جانبی میوکارد بطنی میبینیم، دست تارهای چی بچه ها؟ دهلیزی رو هم داریم که این دست تارهای دهلیزی باعث انقباض همزمان میوکارد دهلیزها میشن، دهلیز چپ و راست. تمام؟ خب بچه های گلم یادتون باشه یه قراردادی بین شبکه حادی و میوکارد قلب امضا شده، قرارداد دو جانبه. میوکارد به شبکه حادی گفته آقا تو قدرت انقباضت کمه یا نیست، منم خاصیت ذاتی انقباض رو ندارم، یه کاری میکنیم. چیه؟ تو انقباضات رو به طور ذاتی ایجاد کن، بده به من. از چه طریق؟ از طریق اتصالات سلولی. بده به من، من با قدرت منقبض میشم. پس یادت باشه ایجاد تحریکات که به قول کتاب درسید شروع تکانه های قلب از کجاست؟ از گره پیشاهنگه، گره بزرگتره، از اینجا شروع میشه، همه چیز از اینجاست آغاز میشه تا میاد میرسه به کجا؟ تهش کجاست آقا؟ اینجا. گرفتی چی شد؟ اینها به وجود میاد، پیام رو میده به چی؟ به میوکارد. میوکارد با قدرت منقبض میشه. این چیزیه که در کتاب درسی ما در ارتباط با شبکه حادی اومده، توضیحاتش هم من دادم. یادت باشه عزیزم، یادت باشه. ببین این شکل رو نگاه کن، شما سه مسیر بین گرهی داشتی، درست میگم؟ من اومدم بزرگتر دارم بهت نشون میدم، این میشه گره دهلیزی بطنی. نگاه کن گره دهلیزی بطنی، خب
دقت بکن، بعد از اینکه تحریک شد، تحریک رو میاد چیکار میکنه؟ از طریق یک سوراخی که اسکلت فیبری بین دهلیز راست هست با بطن راست رد میکنه، یعنی اون بافت پیوندی عایق